سلام، امروز میخوایم نحوه استفاده از توابع left, right و mid رو آموزش بدیم. کار کرده این توابع مشابه هم هست، فقط خروجی این توابع یه مقدار متفاوته. این توابع در واقع میان یک قسمتی از یک متن که مورد نظر ما هست رو جدا میکنن و نمایش میدن. حالا اگر که ما بخوایم اون قسمتی از متن که مورد نظر اون هست از ابتدای اون متن باشه، از تابع left استفاده میکنیم. اگه بخوایم از انتهاش باشه، از تابع right. فقط باید توجه داشته باشید که عمل کرده این توابع برای حروف فارسی و انگلیسی تفاوتی نداره، چرا که حالا ممکنه ما این اشتباه بکنیم که بگیم خب چون حروف فارسی از راست شروع میشه پس تابع right که معنیش میشه راست اینجا از ابتدا شروع میکنه. نه، شما باید اینو در نظر بگیرید که left همیشه از ابتدا و right همیشه از انتها شروع میکنه جدا کردن. تابع mid هم که از وسط جدا میکنه، یعنی ما میخوایم یک تکه از وسط یک متن، یک کلمه، یک رشته متنی رو جدا بکنیم، از این استفاده میکنیم. خب بریم تمرینش انجام بدیم تا کاملا واضح بشه که چی هست. توی قسمت اول ما میخوایم تابع left رو امتحان بکنیم. خب تابع left اولین ورودیش تکست هست، همون متنی که ما میخوایم از توش چیزی رو جدا بکنیم. قسمت دومش که ورودیش اختیاری هست نام چارز هست، یعنی تعداد کاراکترهایی که میخوایم از ابتدای اون حرف جدا بکنیم. اگر ما این مقدار رو اینجا وارد نکنیم خود به خود یک در نظر میگیره، یعنی فقط توی دیاکو فقط دی رو به ما خروجی میده. حالا بریم انجام بدیم تا کاملا واضح بشه. خب left رو مینویسیم، مترمون توی سلول E2 هست. چه تعداد میخوایم ازش جدا کنیم؟ به فرض سه تا کاراکتر اول رو میخوایم جدا کنیم که داشته باشیم، میشه دی. همون سه تا اول رو جدا کرد، دی ای وای. اگر کلا این عدد آخر رو تعداد رو وارد کنیم خود به خود یک در نظر میگیره، یعنی فقط یه دونه دی رو جدا میکنه. خب حالا اینجا میخوایم برای فارسی هم انجام بدیم، باز هم اگر لفت رو بزنیم از ست از اون تعداد کاراکترهای اولیه شروع میکنه، نمیاد از سمت چپ شروع کنه، از همون ابتدا شروع میکنه. خب تابع left سلول E3 که دیاکو فارسی هست میخوایم سه تاشو جدا کنیم، میزنیم سه. ببینید که دیا رو میاره، یعنی ستای اول، نه از چپ. حالا اسمش چپ هست یعنی left، ولی منظورش توی چپ توی انگلیسیه، ولی خب تو فارسی از راست شروع میشه، ولی همچنان left معنی جدا کردن از ابتدای شروع اون رشته متنی رو میده. خب حالا بریم رایت رو انجام بدیم. رایت هم مشابه همین تابع left هست، تنها تفاوتش اینه که از انتها شروع میکنه. چجوری؟ خب ما مینویسیم رایت، متنمون توی سلول E4 هست. چه تعداد رو نمیزنیم؟ یعنی همون یک در نظر میگیره. این فقط او آخر رو برد. اگر حالا به جای اینجا بزنیم مثلا ما سه، یعنی سه تا حرف آخر رو میاره که میشه آکو، ای کی او توی دیاکو. برای فارسی هم دقیقا به همین صورت هست. رایت متنمون هست سلول E5، به فرض میخواییم دوتای آخر رو واسه ما در بیاره، کو از دیاکو دوتای آخر رو در آورد. خب حالا اینجا ما میخوام یک رشته یا یک سری کاراکتر رو از وسط اون متن در بیاریم. مثلا من اینجا میخوام ای وای ای کی رو این وسط در بیارم، ایاکو. خب به چه صورت عمل میکنم؟ ورودی اولی که برای این تابع مید وارد میشه خود دوباره همون تکست هست، یعنی اون متنی که ما داریم اینجا هست E6. فقط توجه داشته باشید وارد کردن تمامی ورودی های فرمول این تابع اجباریه دیگه، اینجا آپشنال یا اختیاری نیست. اولیش استارت نام هست، یعنی اولین کاراکتری که میخواید جدا بشه توی این رشته جایگاهش چه عددی هست. خب اونجا میشماریم، اولی دیه، دومی که ما میخوایم جدا بشه ایه، یعنی شماره دو، یعنی از دو شروع بکنه. چه تعداد میخوایم جدا بشه، چه تعداد کاراکتر از دو شروع بشه، یک دو سه چهار، یعنی این چهار تا کاراکتر رو ما میخوایم جدا کنیم، پس اینجا چهار میزنیم و میبینید که ایاک که این وسط این هست جدا شد. عدد اول که دو بود جایگاه ای بود،
شماره 4 هم تعدادی که میخواستیم جدا بکنیم. همین کارم برای فارسی انجام میشه. از مید استفاده میکنیم. میخوایم یا رو از وسط خارج کنیم. وسط دیاکو یا رو میخوایم خارج کنیم. خب یا اولش یه هست. اول خود متن رو باید بزنیم. یه هف. خب یا اولش یه هست که دومین کاراکتر توی این متن هستش. پس میشه دومی. چند تا میخوایم جدا شه؟ دوتا. یه و الف. شد یا. خب یکی از استفاده هایی که تابع لفت داره جدا کردن اسم کوچیک از اسم بزرگه. یعنی ما فقط میخوایم اسم کوچیک رو داشته باشیم جدا کنیم. حالا اینجا ما 100 تا 200 تا اسم داریم، نمیتونیم دونه دونه بیایم پاک کنیمشون یا کپی کنیم، مثلا پاک کنیم فامیلشون رو. به راحتی از یه تابع استفاده میکنیم، همه رو جدا میکنه. فقط اینجا با تابع لفت رو با تابع فایند ترکیب بکنیم. ما فایند رو قبلا توی ویدیو دیگه توضیح دادیم. تابع فایند میاد یه کاراکتر رو بهش میدیم، جایگاهش رو توی یک رشته متنی پیدا میکنه. مثلا میگیم که آقا اینجا اسپیس رو میخوایم که اینجا فاصله بین احمد و مظفریه. خب اسپیس هم یه کاراکتر دیگه. میخوایم بگیم حرف چندم تو این متنه. خب میشماره 1 2 3 4 5 6. میگه که اسپیس کاراکتر ششم تو این متنه از طریق تابع فایند. خب اینو میتونیم ترکیب کنیم با تابع لفت و اسم و فامیل رو از هم جدا بکنیم، یعنی اسم رو جدا داشته باشیم. به چه صورت؟ خب چیز پیچیده‌ای نیستش. از تابع لفت استفاده میکنیم، یعنی از ابتدای حرف، از ابتدای رشته متنی. متنمون کجا هست؟ E8. خب حالا اینجا برای عدد تعداد کاراکتر باید از تابع فایند استفاده بکنیم. فایند رو اینجا میزنیم. توی چه متنی رو میخوایم پیدا بکنیم؟ اسپیس. اسپیس رو میذاریم توی دابل کوتیشن، یعنی میخوام اسپیس اینجا پیدا بشه دیگه، چون همیشه بین اسم و فامیل یه اسپیس هست توی متن ها. از طریق این اسپیس میتونیم جداش بکنیم. میگیم اسپیس رو برای من پیدا بکن توی متن دوباره همون E8 و در نهایت منهای یکش بکن. چرا منهای یک میکنه؟ به خاطر اینکه خود اسپیس رو پیدا کرده، جایگاه 6. ما دیگه اسپیس رو نمیخوایم کنار اسم کوچیکمون توی خروجی، میخوایم اونم حذف بشه. میکنیمش منهای 1. یعنی ما الان اینجا مجموعه فایندمون علاوه منهای 1 که اینجا داریم بیانگر اون عدد داخل فرمول هست که نشون میده ما تا چند تا کاراکتر رو میخوایم. اسپیس رو پیدا میکنه، عدد 6. منهای 1 میکنه، یعنی خود اسپیس حذف میشه، 5 میمونه. خب میشماریم 1 2 3 4 5 و اینتر که بزنیم فقط احمد موندش. برای تمام اسم و فامیلا این کاربردیه دیگه، فرق نمیکنه، عددشو نمیخواد تغییر بدیم. من الان همین فرمول رو کپی میکنم میارم پایین برای علی آزاد. بازم فقط علی رو جدا کرد، با اینکه تعداد حرفاش فرق میکرد، تعداد حرف فامیلش هم حتی فرق میکرد، از طریق همون اسپیس اینو متوجه شد و انجام داد. پس فرق نمیکنه، این فرمول برای تمام اسامی قابل استفاده است. تفاوت نداره چند تا کاراکتر داشته باشه اون اسم و فامیل. حالا برای اینکه این تابع فایند رو بیشتر درک بکنید میتونید ویدیو مربوط به همین فایند رو هم که براتون تهیه کردیم مشاهده بکنید. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.